با تغییر سیاست مهاجرتی ترکیه، بسته شدن مرزهای یونان و مسدود شدن مسیر بالکان و در راستای توافق به عمل آمده با اتحادیه اروپا، مهاجران و پناهجویان از امروز دوشنبه از یونان به ترکیه منتقل می شوند. هر مهاجر و پناهجو را تا رسیدن به خاک ترکیه یک معمور ناظر همراهی می کند. سخنگوی فرانتکس پروژه و طرح ویژه اتحادیه اروپا گفت عملیات امروز آرام و خوب پیش رفت مهاجران به همراه مامورانشان سوار اتوبوس ها شدند در اینجا با چمدان ها و ساک دستی هایشان و همراه مامورانی که آنها را همراهی می کنند سوار کشتی ها شدند و هیچ حادثه غیر طبیعی روی نداد فعالان و منتقدان بازگرداندن مهاجران و پناهجویان از یونان به ترکیه را غیرقانونی و غیر انسانی می دانند. گروهی از آنان امروز با پسترهایی در دست به سیاستهای مهاجرتی اتحادیه اروپا تاختند. No توافق را نمی توان توافق نامید و راه حل نیست. فقط بحث پول است. من به ندای دلم گوش می سپارم. مردم برای من مهمند و باید از تمام مردم آسی پذیر دنیا حمایت کنیم. برای همین اینجا هستم. در حال حاضر بیش از 52 هزار مهاجر و پناهجو از رسیدن به کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا باز مانده و در درون مرزهای یونان متوقف شدهاند بازگرداندن اولین گروه مهاجران برای یونان اهمیتی به سزا دارد آتن میخواهد تا به جامعه بین الملل نشان دهد که به توافقش با ترکیه عمل می کند اما در این حال و در سایه حضور 52 هزار مهاجری که در درون مرزهای یونان متوقف شدند آتن میخواهد تا به یونانی های که نگران از کنترل خارج شدن شرایط فعلی هستند اطمینان دهد